درود دوستان سروران، امیدوارم در هر کجای که هستی حال دلتون خوب باشه. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما. دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین، خیلی خوش آمدین، یاران صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. ببینیم با هم دیگه چه خبر است در فال روزانه شما، دغدغه های شما چه خبر است، چه اتفاقاتی ممکنه برای شما بیفته دوستان و در چه حس و حال هایی خواهید بود. ببینیم چه خبره دوستان. خب حرف از کنجکاوی میزنه اینجا. کنجکاوم. بسیار عالی، خیلی خوب آدم کنجکاو باشه، فضول باشه، این چیزا خیلی خیلی خوب هستش. ببینیم کارتای بعدی رو عزیزان دل، ببینیم چه خبر است در کارتای دیگه. اوکی، ببینیم با هم دیگه. اپا بام، خب ببینیم چه خبره. کارت بعدی، کارت بعدی حرف از تغییر و تحول میزنه عزیزان دل. تغییراتی برایش در ارتباط با دیگران در راه است. دیگران دارن تغییر میکنن در مقابل شما. ببینید دوستان، توجه کنین، همیشه گفتم بازم تکرار میکنم، تغییر از خودمون شروع میشه، تغییر از خودمون شروع میشه، تغییر از خودمون شروع میشه. من وقتی که تغییر کنم، دیگران هم به همون مقدار با من تغییر میکنن دوستان عزیز. اوکی، حتی شما حساب کنین، وقتی که شما طرز برخوردتون رو با دیگران تغییر میدین، دیگران هم با شما تغییر میکنن. وقتی که شما بینش و جهان بینی خودتون رو تغییر میدین، خیلی چیزها دیگه همون رنگ رو در چشم شما ندارن و چون من تغییر میکنم، دیگران هم چی ازش نسبت به من تغییر میکنن. یه وقتایی متعجب هستن، یه وقتایی تحسین میکنن و بستگی داره چه تغییری به مزاقه که چه کسی خوش بیاد یا بد بیاد دوستان، اون برای ما مهم نیست. مهم این هستش که ما چی میخوایم باشیم. اوکی، مثل رنگ دیوار هست، رنگ دیوار رو که عوض میکنیم عزیزان دل. حالا ممکنه حتی اون اتاقی که ما فکر میکنیم خیلی بزرگ بوده، الان دیگه برای ما یه مقداری کوچیک بشه. خب ببینیم هم کارتای دیگر رو. کوچیک به نظر برسه، البته نه اینکه کوچیک بشه، کوچیک به نظر برسه. خب ببینیم اینا رو عزیزان دل، یا برعکس اون رنگ سفید هر جا که میزنین اینجوری هستش. دوستان عزیز، شما رو دارم میبینم که به خودتون میرسین. به به، بسیار عالی و خوب، دارم میبینم به خودتون دارین میرسین، به زندگی خودتون دارین میرسین، به جسم خودتون دارین میرسین، به مادیات خودتون دارین میرسین. و اینجا دارم میبینم یه پنهانکاری های این میون وجود داشته که شما رو عذاب داده در گذشته. ممکن هستش که اینجا یک سری از شما حس خیانت رو داشته باشین دوستان عزیز، و اینجا دارم میبینم دارین به خودتون میرسین. و اما بریم ببینیم که کارت های دیگه چه بهتون چه چیزی رو میگم بهتون. من از این دسته کارت ها استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه. اپ 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 اپ. بله، جزیره گنج میگه که شما یه گنج بزرگی هستین که خودتون نمیبینین دوستان. پشتش که شما هست، ببین پشت این لاک پوش یک جنگ نه پشتش گنج هستش، خودش متوجه نیستش. اوکی، و همینجا داره شنا میکنه یواش. ببینین هر چیزی که داره براش دارین شما صبوری میکنین، دوستان به نتیجه داره میرسه، ولی این که الان شما نمیبینینش، نتیجه اون تلاش های شما، نتیجه که روی خودم متمرکز شدم، هم نتیجه همه این چیزا. و اما بریم ببینیم که کارت های بعدی چه خبر هست در اونها و چه میگوییم. خب حرف از این هستش که اون به راه خودم ادامه میدم، به راه خودم ادامه میدم. اوکی، بله، به این کارتم تشویقتون میکنه، به راهتون ادامه بدین، به خودتون برسین دوستان. شما نفر اول زندگی خودتون هستین. همیشه یادتون باشه صمد آقا، اگر ما به خودم نگم آقا، کی میفهمه ما آقا؟ واقعا این حرف صمد آقا باید بشه اون واقعا چی پیش میگن تیتر بزرگ زندگی ما. یعنی اینکه من باید به خودم برسم، خود من اول از همه. حد و لیمیت، ببین این شخصی هستش که برای دیگران حد و لیمیت قائل هستش، برای هیچ کس اتوبان باز نمیکنه، چون قبلا ضربه خورده و الان حد و لیمیت های خودش رو قائل هستش. هر جا حد و لیمیت دوستان رعایت نشه، خب بد هستش. نمک خوب هستش زمانی که به اندازه توی غذا برسه، نمک رو که زیادتر از اون حدی که باید هم بکنین چی میشه؟ شور میشه و دل آدم رو میزنه. و اما ببینیم که کارتای بعدی رو با هم دیگه. کارت بعدی رو
من از کارت های تاروت استفاده میکنم و ببینیم چه خبر هستش. و این که دارم میبینم که حرف از این میزنه که یک سری از مسائل دوستان عزیز دارم ازشون دارم میبینم چشم پوشی میکنی. ببین این حرف از این میزنه که میخوام تصمیمی بگیرم، در واقع معنیش در تاروت در مورد این کارت این هستش که میخوام تصمیمی رو بگیرم و این تصمیم برای من مشکل هستش. پس بنابراین و اینکه دید درستی ندارم و اطلاعات کامل ندارم و در یک شک و تردید دارم به سر میبرم، یا اینکه دیگری یا دیگران در ارتباط با من تصمیمی رو گرفتن و اینکه من نمیدونم الان حالم خوب نیستش، در شرایطی هستم که کورمال دارم جلو میرم. ولی من اینجا چه چیزی میبینم؟ من احساس میکنم که شما برای اینکه بخواید به هدفتون برسین دوستان و برای اینکه مسائل رو بهتر رو ببینین دارم میبینم از یک سری از مسائل چشم پوشی میکنین. اوکی، معنی عنصر کارت ها یه چیزی رو میگن ولی واقعی ولی یه جاهایی باید وقف بدیم با کارت های دیگه. و این اینجا این هستش که من به راه خودم ادامه میدم، دو تا آینه های بغلو میزنم تو جاده من چی هست و من به اون جاده ادامه میدم. خب ببینیم کارت بعدی رو. کارت بعدی رو از کارت های سیمبولون استفاده میکنم. ببینیم سیمبولون بهتون چی میگه. اوه نه دیگه قرار نشد این حاله کارت بریزم. سیمبولان دارم به من میگه که راهی که در اون هستین راه بسیار درستی هستش، هر کاری که دارین برای خودتون میکنین بسیار خوب هستش دوستان عزیز و جهت شما جهت بسیار بسیار قشنگ و زیبایی هست. خب همه اینا میذارم کنار و از کارت های دیگه استفاده میکنم که اینجا در ارتباط با چی صحبت میکنه برای ما. اوپ 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 مثل که تمام دکوراسیون این میز به هم خورده، اینو اینجا بذارم براتون و ببینید من بی دقتی در آوردم و تمام دکوراسیون به هم خورد دوستان عزیز. اوکی خب و الان میریم سراغ انرژی های برجسته شما، ببینیم در چه انرژی های برجسته شما تشریف دارین دوستان عزیز. اوکی خب ببینیم با هم دیگه، یه لحظه من میزو درست کنم ببخشید اینجوری نمیتونم. خب عزیزان همچین درست هم نشد، همچین قشنگ هم نشد، ولی خب از هیچی بهتر هستش. ببینیم چه خبر در کارت های دیگه. من از این دسته کارت ها استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه. خب اولین کارت، ببینیم اولین کارت چی بهتون میگه. خب اولین کارت حرف از این میزنه دوستان، انرژیه که با شما همراهی میکنه، حرف از این هست اعتماد کنید. خب و ما بریم ببینیم که کارت بعدی در ارتباط انرژی مثبتی که با شما همراهی میکنه دوستان عزیز این هستش که خودتون رو دارین رها میکنید. خب خودتون رو دارین رها میکنین از یک سری از مسائل و دارین قدرت میگیرین دوستان. اینجا قدرتمندی شما رو دارم میبینم دوستان عزیز و اینکه حس حال اعتماد میکنم خودم رو رها میکنم. خب خودم رو رها میکنم، ولی من نه اینکه خودم رو رها کنم بدون اینکه هیچ کاری انجام داده باشم. کارهایی رو انجام دادم، روی خودم کار کردم، روی خودم مسلط شدم، روی مادیات خودم دارم میرم، کارهایی که انجام دادم دارم به نتایجی میرسم و اینکه اینجا خودم رو رها میکنم. و اما در ارتباط با چالش شما این هستش که روابط خودتون رو مستحکم تر کنین با دیگران دوستان عزیز. و اما کارت آخر توصیه کارت این هستش که به قدرت خودتون باور داشته باشین دوستان. یک کمی فلفل بریزین توی زندگیتون که به حرکت در بیان یک سریاتون از این حالت راکت بودن و یک جور زندگی کردن باید در بیان. حرکت کنیم، حرکت 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 حرکت. و ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی رو. کارت های بعدی دوستان از کارت های استفاده میکنم که کارت های تو این فریم استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه در کارت های تو این فریم چه خبر است برای شما دوستان عزیز. خب اولین کارت حاجت روایی هستش و بعد کارت بعدی دوستان عزیز این هستش که ببین در مورد مسائل احساسی دوستان یک موفقیتی داره آیدتون میشه، یک دوره‌ای دارم میرم شروع میشه جلوی روی شما دوستان عزیز که در این دوره بسیار عالی و خوب هستش، مخصوصا دوستان عزیز در ارتباط با دوستانتون.
بهتون همیشه میگم در دوره در دامنه احساسی حتما عشق و پارتنر نیستش، دوستان اطرافیانتون هم هستن دوستان عزیز. من اینجا احساس میکنم که دارم یک شروع زیبا با دوستان مسائلی داره اتفاق میفته به صورت واقعی که حال شما رو خوب میکنه با اطرافیانتون حداقل. در مورد مسائل کاری دوستان عزیز حرف از عشق میزنه، حرف از شور و شر میزنه، حرف از قدرتمندی شما اینجا داره میزنه دوستان عزیز. و کارت بعدی ببینید حرف از هماهنگی ببینید دوستان، و اینجا حرف از عدد 21 و 21 میزنه. ببینید دوستان همه با هم دیگه چی میگه. میگه که ببینید دوستان دارم میبینم که در ارتباط با کاری، مسئله، هر چیزی که هستین در اون دوستان احتمال امضای یک قرارداد زیاد هستش. چه قرارداد قضایی باشه، چه اداری باشه، چه کاری باشه، هر چیزی که هستش. اینجا دارم میبینم که متخصصی ممکن است در کنار شما باشه دوستان عزیز که راه رو به شما نشون بده. خب و از جانب دیگه مسئله این هستش که وارد یک دوره دیگه میشم، ولی دوره قبل رو من به خوشحال به خوبی دارم به پایان میرسونم و کائنات در کنارتون هستن و علائم رو سر راهتون دارن قرار میدن دوستان. و ببینیم که در ارتباط با مسائل مادی به چه صورت هست. در ارتباط با مسائل مادی عزیزان دل دارم میبینم که خیلی محتاطانه عمل میکنین، اعصاب دست دارین عمل میکنین. و کارت بعدی و اینجا دارم میبینم که ببینید در ارتباط با یک مسئله باز هم ببینید من دوستان مسائل ملکی این روزا خیلی زیاد میافتن و اینکه دارم میبینم به خاطر یک مسئله ملکی دوستان عزیز دارم میبینم که خیلی خیلی نگران هستین و میترسین چیزی رو از دست بدین، مالی رو از دست بدین دوستان عزیز. برای همین خیلی اعصاب دست دارین راه میرین و اینکه تلاشتون میکنین. اینجا جزیره گنج برای من خیلی خوب و محترم بود دوستان. ببینیم با هم دیگه کارت های دیگر رو عزیزان دل چه خبر در کارت های دیگه. من کارت ها رو مخلوط میکنم و اوکی دوتا کارت اینجا افتاد. اوکی ببینید دوستان حرف از رابطه میزنه که بیشتر در این رابطه وابستگی هایی هست و الان یک مقداری الان این قسمت افتادیم به سمت چی دوستان؟ به سمت مسائل احساسی، روابطی که بر اساس وابستگی ها هستن و نه اینکه بر اساس عشق و دوست داشتن. اینجا من نمیدونم. و اما ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی رو کارت های بعدی با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم که حرف از در مورد مسائل کاری، حرف از فراوانی بر شما میزنه. بس از نظر کاری اداری قضایی دوستان مسائل خوب هستن. بعد از یک چیزی که در ارتباط با یک چیزی که دوستان عزیز شاید در اون امیدی نداشتین و شکسته بوده و اینکه درک نمی‌کردین، برای شما فراوانی دارم می‌بینم. اوکی درک نمی‌کردم برای چی یه اتفاقی برای من افتاده بوده. حالا هر جایی که ممکن است باشه، ناخوشنودی و نارضایتی که از شرایطی که در اون داشتم الان دارم میرم تبدیل به فراوانی داره میشه. در ارتباط با مسائل مادیتون حرف از عشق میزنه. دو تا کارت دیگه افتاد. باز هم ببینیم ملک، منزل، ملک افتاد و اینجا حرکت افتاد. ببین در مورد مسائل دوستان اگه در ارتباط با خانه، مسکن، ملکی چیزی هست یا جا به جایی اینجا دارم میبینم برای شما بسیار دارم میبینم از نظر مادیات ترس های شما هستن ولی مسائل دارم به سمت خوب حرکت میکنن دوستان. اوکی و اما بریم ببینیم با هم دیگه در ارتباط با شما دوست عزیز گل و بلبل من چه خبر هست. شما یین حساسم و با احساس و نه حساس نیستیم با احساس هستیم بیشتر و میگه که من تنها هستم و احساس درک میکنم، هیچ کس منو درک نمیکنه. اینجوری جوجه اردک زش بازی در آوردن هستش و اینکه من نمیتونم همه چیز رو روشن ببینم و احساس میکنم که در سراب هستم. ببین دوستان عزیز وقتی که شما دنیا رو از دیدگاه خودتون نگاه میکنین، خب وقتی که من فکر میکنم من بدبخت بیچاره جوجه اردک زش، این فقط همه مشکلات عالم مال من هستش، شما سرتون بذارین تو دنیا ببینین مردم دارن چجور زندگی میکنن. جنگ هایی هستش که خانمان سوز هستن. اوکی؟ و اینکه آدم هایی هستن که از گرسنگی دارن میمیرن و اینو بهش میگن فرانسوی ها بهش میگن که بهانه جویی پول دارا. بهانه جویی پول دارا یعنی چی؟ حالا من به تنهایی خودم گریه میکنم در حالی که تنهایی تو برو پر کن. نمیدونی چجوری پر کنی تنهایی تو، برو ببین چه کار میتونی بکنی، انجمن، خیریه، فلان فلان، هزار تا چیز هست که بتونی سر خودت رو گرم کنی.
اگر تو اروپا هستی هزار تا کلاب هست، کلاب نمیدونم پیاده روی هست، کلاب نمیدونم شام رفتن بیرون هست، کلاب فهمه همه جور چیز هست، همه خیریه ها و انجمن ها هم در اون هستن دوستان عزیز. اوکی؟ به صورت داوطلبی شما میتونین حتی برین کار انجام بدین. پس نمیتونین بگین من تنها هستم، من بدبخت هستم، چون من یک سری از روابط رو اینجا ندارم دیگه، تو زندگیم نیستن. این غلط هستش. من اروپایی رو دارم میبینم واسه خودشون بیرون میرن، تک تنها واسه خودشون خرید میکنن، واسه خودشون غذا درست میکنن، واسه خودشون شاد هستن، و من اصلا هیچ وقت از این مسائل رو در اونها نمیبینم. خب بریم ببینیم که البته پیرمرداشون خیلی هم وراج هستن دوستان. وقتی که تنها هستن آدمو میبینن دیگه در رفتن از دستشون خیلی مشکله. بریم ببینیم در ارتباط با گربه مرتضی علی دوستان ببینیم چه خبر هستش. اینجا دو تا کارت افتاد، یکی از کارت‌ها یانگ دوستان خودخواه هست، کسی هستش که مادیات و کارا و این چیزا براش مهمه، خانم یا آقا باشه فرقی نمی‌کنه. اینجا میگین که من دوست دارم که فقط به تو فکر کنم و اینکه به خودم فکر کنم، میدونم زشته ولی اینجوری هستش. خب و میگه که من دوست ندارم این شخص رو از دست بدم و اینکه بیشتر میترسم که تو رو از دست بدم. خودخواهی این شخص دوستان عزیز، ببین در ارتباط با دیگران خیلی خوب هست، همیشه گفتم از اونجایی که به دیگران فکر میکنه یه خوره به خودش فکر کنه، یعنی به شما فکر میکنه، که اینجا در میان چی میگه؟ میگه که نمیخوام تو رو از دست بدم. پس خدا رو شکر، خب قرصاش این دفعه شسته، وایتک زده، چلونده، روی بند آویزون کرده و بعد خورده. ببینیم با هم پیام شخص مورد نظر شما برای شما چه چیزی هست عزیزان. ببینیم با هم دیگه، ببینیم اینو کارتی کمانده میگه من به تو فکر میکنم ولی این که با تو نیستم و تو اغلب اوقات در افکار من هستی و بهت فکر میکنم هر لحظه هر روز، و تو تصویر تو در ذهن من هست و قلب من رو به ارتعاش در میاره و این مسئله رو من خیلی دوست دارم. خب خدا رو شکر دوست داره، اگه دوست نداشت چیکار میکرد؟ و ببینیم با هم دیگه پیام فرشتگان برای شما چه چیزی هست. دوستان عزیز میگه که من استراق، ما تو رو در بالهای شفابخش بنفش خودمون میگذاریم و یک نفس عمیق بکش و این نور بنفش رو تنفس کن و ببین که استراب تو از بین خواهد رفت. تو هیچ چیزی بر مسئله وجود نداره که تو بخوای ازش بترسی، فقط عشق وجود داره. بسیار عالی. و ما در ارتباط با کارت بعدی ببین چی میگه. یک کارت رو من اینجا بذارم، یک ببخش. خب این کارت داره میگه که نگران نباش، نگران چیز نباش، فکر تو بیشتر روی یک چیزی هستش یا کسی هستش که اصلا ارزشش رو نداره. رها کن، فراموش کن. اون چیزی که تو رو نگران میکنه به دست اساتید راهنمای خودت بده و راستین، در واقع اساتید راستین، و اونها میتونن راه حل رو برای تو پیدا کنن. یک لحظه برای تفریح پیدا کن. برای چی؟ یک متن نمی نویسی یا یک ترانه رو نمی نویسی؟ به هر حال چیزایی بود که میتونستم بهتون بگم. روح عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار.